بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردای عزیز. امیدوارم که تندرست و سالم و سلامت باشین و با ما آغاز کنین جلسه نهم از فیزیک صنف هشتم. در جلسه قبلی ما و شما بحث برق ساکن شروع کردین و چند موضوع خوندیم. امروز در رابطه به الکتروسکوپ، ساختمان الکتروسکوپ، آزمایش چارج و یک نوعی هم از برقی ساختن اجسام را انشاءالله و تعالی میخونیم. به جلسه پیشتر گفتیم که وقتی موقع شما یک میله پلاستیکی با پارچه پشمی و یا میله شیشه‌ای با پارچه ابریشومی مالش بدین، هر دو چارجدار میشن. حالا از کجا میفهمیدیم که بله این میله شیشه‌ای و یا این میله پلاستیکی چارجدار شده؟ برای مشخص کردن این که جسم چارجدار هست و یا نیست از وسیله استفاده میکنین به نام الکتروسکوپ. یعنی الکتروسکوپ عبارت از وسیله‌ایه که توسط او چارجدار بودن اجسام رو ما و شما میتونین مشخص کنین. و در رابطه به ساختمان الکتروسکوپ، ساده ترین نوع الکتروسکوپ عبارت از الکتروسکوپیه که ما و شما از او فعلا ما این بالاخره تعریف و توصیف رو بکنین و عناصر و اجزای اور برای شما به معرفی بگیریم. ساده ترین نوع الکتروسکوپ دارای یک میله برنجیه که به قسمت بالای اون میله برنجی کلاهک الکتروسکوپ قرار داره و به قسمت پایین اون میله برنجی هم دو لوحه قرار داره. اگر ما جسمی که چارج داره به کلاهک الکتروسکوپ وصل کنیم، او دو لوحه‌ای که به قسمت پایین میله برنجی قرار داره از همدیگر فاصله میگیره. اگر او جسم چارج نداشته باشه، پس او دو لوحه هم از همدیگر فاصله نمیگیره. ما و شما هم شکلی از یک الکتروسکوپ رسم میکنیم. این قسمت دایره ای شکله که میله برنجی به این قسمت قرار داره. به قسمت بالای میله برنجی کلاهک الکتروسکوپه و به قسمت پایین میله برنجی دو لوحه قرار داره. این قسمت هم حتمی باید پایه های الکتروسکوپ عایق باشه. یعنی برق ساکن توسط وقت برق ساکنه که به الکتروسکوپ به وجود میایه توسط پایه‌های به زمین انتقال نکنه یا رو میزی که گذاشته انتقال نکنه و یا برعکس از او زمین و یا میز اگر برق ساکنی وجود داره به الکتروسکوپ ما و شما انتقال نکنه. اگر ما جسم چارج داره به کلاهک نزدیک بکنیم، دو تا لوحه الکتروسکوپ از هم دور میشه. هرچی مقدار چارج جسم بیشتر تر باشه، دو تا لوحه از هم بیشتر فاصله میگیره و به قسمت روبرو و پشت سر الکتروسکوپ هم از شیشه استفاده میکنه. اگر از شیشه هم استفاده نشه پروایی نداره، اما علت استفاده از شیشه اینه که ما و شما وقتی از الکتروسکوپ استفاده میکنیم به اون محیط و منطقه که قرار داریم، این لوحه ها خیلی نازک و ضعیفه. یعنی حتی کوچکترین اثری که در محیط ما و شما نمیتونه اون دو لوحه ها را از هم دور کنه. مثلا به راحتی باد یک پنکه میتونه راحت دو تا لوحه را تأثیر بگذاره و ما و شما دقیق نمیفهمین اون جسم که به کلاهک وصل کردیم آیا چارجدار هسته یا نیسته. پس ساختمان الکتروسکوپ در ابتدا میله برنجیه که به قسمت بالای میله برنجی کلاهک و در قسمت پایین میله برنجی دو لوحه قرار داره. اگر ما جسم چارجدار به کلاهک الکتروسکوپ وصل کنیم، دو لوحه الکتروسکوپ از هم دور میشه. و اگر ما یک جسم چارجدار به کلاهک نزدیک کردیم و دو لوحه از هم دور شد، یعنی الکتروسکوپ ما و شما فعلا چارج داره.
اگر بخواهیم او چارج دوباره از الکتروسکوپ خارج بسازیم، توسط دست خود به کلاهک وصل میکنین، و یا ای که یک سیم دارین، یک طرف سیم به کلاهک الکتروسکوپ وصل میکنین و طرف دیگه سیمر به زمین متصل میکنین. در این حالت چارج از الکتروسکوپ خارج میشه و دوباره دوتا لوحه به هم نزدیک میشه. پس از الکتروسکوپ ما و شما میتونین برای مشخص کردن چارجدار بودن یک جسم استفاده کنیم. و موضوع بعدی آزمایش چارج. توسط الکتروسکوپ میتوانیم هم نوع بودن و مختلف بودن چارج ها را مشخص نماییم. وقت ما و شما توسط پارچه پشمی یک میلی پلاستیکی مالش میده و توسط پارچه ابریشومی یک میله شیشه ایر، از کجا بفهمیم این دو جسمی که به دست ما و شما قرار داره چارچه از اینا هم نوعه یا مختلف نوعه؟ باز ما و شما توسط الکتروسکوپ به راحتی میتونین بفهمین که آیا این دو جسمی که به دست ما و شما قرار داره چارچه نا هم نوعه یا مختلف نوعه. پیشتر شاگردای عزیز تشریح دادم که وقتی ما یک جسم چارجدار به کلاهک الکتروسکوپ وصل میکنیم، دو تا لوحه از هم چکار میشه؟ دور میشه، به شرطی که جسم چارجدار باشه. اما جسم چارجدار دومی، اگر جسم چارجدار دومی به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کرده، دو تا لوحه دورتر شد، پس چارج ای دو جسم هم نوعه. دقت کنید شاگردای عزیز، ما و شما جسم چارجدار اولی را به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک کردیم، جسم چارجدار اولی را به کلاهک نزدیک کردیم و دو لوحه دور شد جسم چارجدار اولی نزدیک کردیم، دو لوحه دور شد. به همون الکتروسکوپی که دو تا لوحه دور شده، اگر جسم دومی رو وصل کردید و دو تا لوحه دورتر شد، پس این جسم اولی و دومی چارج های نا هم نوعه. و برعکس، اگر جسم اولی رو وصل کردیم و دو لوحه دور شد و جسم دومی رو وقتی به همون کلاهک الکتروسکوپ متصل کردیم، دو لوحه نزدیک شد، یعنی اولی دو لوحه دور کرد و دومی دو لوحه نزدیک کرد. پس در این حالت میفهمین که این دو جسم چارج های مختلفی داشتند، چون عمل کردن ها متفاوت بود. و حالت دیگه هم میشه این کار کرد، مثلا یک جسم چارجدار توسط نخ آویزان میکنه، به این قسمت متصل شده نخ، به این قسمت جسم دارن چارجدار، جسم چارجدار، این راحت میتونه حرکت کنه. اگر ما و شما به همی جسم چارجدار دیگر نزدیک کردیم، این هم جسم چارجدار، وقتی اینا رو به هم نزدیک میکنیم، اگر دیدیم این دو جسم چارجدار هم دیگر خور دور میسازه، پس چارجای از اینا هم نوعه. و اگر دیدیم این دو جسم چارجدار به طرف هم دیگر نزدیک میشه، پس چارج ای دو جسم مختلف و نوعه. عملکرد چارجا هم مثل مغناطیس یا آهنربایه، وقتی قطبها هم نوع بود همدیگر دور میساخت، و وقتی قطبهای آهنربا مختلف بود همدیگر جذب میکرد. حالا هم وقتی ای دو جسم چارجدار همدیگر دور ساخت، پس چارجا مختلفه، و وقتی این دو جسم چارجدار به طرف همدیگر نزدیک می شد، پس چارج این دو جسم مختلف و نوعه. و ما و شما چه کار کردیم؟ فقط بفهمیدیم که بله، این جسم دو جسمی که ما و شما دارین، آیا چارجای اینا هم نوعه و یا ای که مختلف و نوعه. به جلسه بعدی انشالله و تعالی الکتروسکوپ به همین جی قرار میدین
و با شما این عملیه ها کار میکنین. در ابتدا میفهمین که آیا جسم چارج داره و بعد انشالله و تعالی چک میکنین که وقت دو جسم دارین چگونه بفهمیم چارجای اینا هم نو و یا مختلف و نوعه. و موضوعی بعدی ساحه برقی. ما و شما به بحث مغناطیس یا آهنربا بخوندیم که جسم مغناطیس به اطراف خود یک ساحه ایجاد میکنه که اون میگفتن ساحه مغناطیسی. به همو حالت جسم چارجدارم به اطراف خود یک ساحه ایجاد میکنه که به اون میگن ساحه برقی. به مغناطیس هم پیشتر میگفتون همی گفت بدشتین و آهن ربا. وقتی ما شما یک آهن ربای داشتیم به اطراف از این که ما یک جسم نزدیک میکردیم فلزی یا آهن ربا ما رو جذب میکرد یا دفع میکرد، پس به اطراف خود یک نوع چی تشکیل میداد؟ یک نوع ساحه برقی، ببخشید مغناطیسی، بحث آهن ربا بود. حالا وقتی ما و شما یک جسم داریم چارجدار، جسم چارجداری داریم، این جسم ما چارج داره، به همانند مغناطیس این جسم ما هم به اطراف خود خود ساحه برقی تشکیل میده. مغناطیس ساحه مغناطیسی داشت، جسم چارج دارم به اطراف خود ساحه برقی تشکیل میده. یعنی وقتی این جسم چارج داره به اطراف خود خود یک نوع ساحه تشکیل میده، یعنی قسمت از فضا هم چه کار میکنه؟ تحت تأثیر قرار میده و او قسمت از فضا را هم چارجدار میکنه. و هرچی ما به این جسم که برق داره یا چارج داره نزدیکتر بشیم ساحه برقی هم قوی تره و هرچی دورتر بشیم ساحه برقی هم کمتر میشه و ضعیفتر میشه، تا ای که اگر فاصله ما بیشتر بشه دیگه ساحه برقی وجود نداره. پس جسم چارجدار به اطراف خود یک ساحه برقی ایجاد میکنه. فضای اطراف یک جسم چارجدار که در آن بالای ذره چارجدار قوه وارد میشود به نام ساحه برقی یاد میشود. یعنی اگر به همین ساحه برقی یک جسم چارجدار نزدیک بشه، به ساحه برقی یک جسم چارجدار چه کار بشه؟ یک ذره چارجدار نزدیک بشه. این ذره چارجدار. این ذره چارجدار به کجا نزدیک شده؟ به ساحه برقی. آلک ساحه برقی بالای از این میتونه عمل بکنه، بالای از این میتونه تأثیر بگذاره. اگر جسم چارجدار و این ذره چارج نا هم نو باشه، این ساحه برقی این ذره چه کار میکنه؟ دور میسازه. و اگر چارج این جسم و این ذره مختلف باشه، این جسم چارجدار ذره چه کار میکنه؟ جذب میکنه و به خود خود نزدیک میکنه. پس ساحه برقی چگونه تعریف کردیم؟ فضای اطراف یک جسم چارجدار را ساحه برقی گویند. و در ساحه برقی جسم چارجدار میتونه بالای یک ذره عمل کنه و تأثیر بگذاره، میتونه او رو یا جذب کنه یا ای که دفع بسازه. و عنوان بعدی که ما این موضوع ما بخونین در ارتباط با ساحه برقی، الغای برقی عنوان ما. ما و شما به جلسه قبلی نوعی از برقی ساختن خوندیم که او در رابطه به تماس بود. جسم بدون چارج به جسم چارجدار در تماس بشه، هر دو چارجدار بشنن، یعنی با همدیگر متصل بشه و وصل بشه. اما الغای برقی متفاوت تره. چارجدار کردن یک جسم بدون تماس با جسم چارجدار را الغای برقی گوید. یعنی ما جسم بدون چارجر چارجدار بسازیم بدون ای که او دو جسم، یعنی جسم چارجدار و بی چارج به هم وصل بشه. پس ما اگر جسم چارجدار کردین بدون ای که اونا در تماس بشه، بدون اینه که هم وصل بشه، این میگن الغای برقی.
که این بحث الغای برقی مرتبط با ساحه برقی. اگر ما یک جسم چارجدار داشته باشیم، این میگن جسم چارجدار. خب جسم چارجدار به اطراف خود چی تولید میکرد؟ چی ایجاد میکرد؟ ساحه برقی. این ساحه برقی مربوط به جسم چارجدار. به تمام ابعاد به همه طرف ها خود یک چی تولید میکنه؟ یک ساحه برقی. این شد ساحه برقی جسم چارجدار. اگر ما یک جسم بدون چارجر نزدیک کنیم به این جسم، یعنی با نزدیک کردن، و این جسم جسم بدون چارج، وقتی ما جسم بدون چارجر نزدیک کردیم به جسم چارجدار، این جسم هم چارجدار میشه. خب چرا اینا که به هم دیگه وصل نشد؟ ما به جلسه قبلی گفتیم وقتی جسم چارجدار و بدون چارج به هم وصل بشه. حالا علتی که باز هم این جسم چارج میشه اینه که جسم بدون چارج به کجا قرار گرفته؟ به ساحه برقی جسم چارجدار. چه کار شد؟ جسم بدون چارج به ساحه برقی جسم چارجدار قرار گرفت. خب در ساحه برقی هم جسم چارجدار میتونه بالای ذره تأثیر بگذاره، یعنی بالای جسم بعدی تأثیر بگذاره. حالا علتی که این جسم هم چارجدار شد اینه که این جسم به ساحه برقی آماده قرار گرفته و جسم چارجدار هم در ساحه برقی میتونه بال جسم بعدی عمل کنه و اثر بگذاره. خب حالا این هم چون بدون چارجه، پس جسم چارجدار توسط همین ساحه برقی، یعنی در منطقه در موقعیت ساحه برقی، این هم میتونه چکار کنه؟ چارجدار بسازه. و در این حالت جسم بدون چارج فقط با نزدیک شدن چکار میشه؟ چارجدار میشه و این میگن الغای برقی. نقش الکترون ها در برقی ساختن چیه؟ ما و شما به چند نوع میتونیم یک جسم چارجدار بسازیم؟ توسط مالش دادن با تکه، توسط وصل کردن و ارتباط و تماس دو جسم، و توسط الغای برقی. در تمام این روش ها که ما و شما یک جسم چارجدار ساختین، در همه الکترون ها انتقال میکنه و همین انتقال الکترون ها سبب میشه تا اجسام بدون چارج چارجدار بشه. یعنی اگر انتقال الکترون ها صورت نگیره، او جسم ها چکار میشه؟ چارجدار هم نمیشه. پس یگانه عاملی که سبب میشه چارجدار بشه یک جسم، انتقال الکترون های و الکترون ها نقش ارزنده داره. یعنی خود الکترون عبارت از میتونین بگین راحتی چارج، چون انتقال همه الکترون ها سبب به وجود آمدن چارج میشه. اگر الکترون انتقال نکنه پس چارج هم به وجود نمیایه. و موضوع بعدی برق در جو و یا رعد و برقه. در قسمت نقش الکترون ها یک نکته دیگه ایرم انشاءالله و تعالی من میگم، اگرچه به جلسه قبلی هم این موضوع یک یادآوری کرده. ما و شما دو جسم داریم. این دو جسمه. از یک جسم الکترون منتقل میشه به جسم بعدی. این اگر بگین جسم اولی، ایرم پس میگین جسم دومی. از یک جسم الکترون انتقال میکنه به جسم بعدی. خب همین انتقال الکترون سبب چارجدار شدن اجسام میشه. و موضوعی که اینجا من برای شما دوباره او یادآوری کنم اینه که خب نقش الکترون اینه که انتقال الکترون سبب چارجدار شدن هر دو جسم میشه. بله، الکترون از این جسم
منتقل شد به جسم بعدی و هر دو جسم چارجدار میشه. حالا جسم اولی چگونه چارج داره؟ جسم دومی چه نوع چارج داره؟ ما و شما به جلسه های اول که در رابطه به برق گفتیم الکترون چارج چی داره؟ منفی. الکترون چارج منفی داره. خب و باز یک یادآوری، پروتون چارج چی داشت؟ چارج مثبت. اما بحث ما و شما سر الکترونه، چون انتقال الکترون سبب چارجدار شدن اجسام میشه. جسم اولی الکترون از دست داد و جسم دومی الکترون را جذب کرد و به دست آورد. حالا الکترون چارج منفی دارد. جسم اولی که الکترون ها را از دست داده چه نوع چارج میشه؟ مثبت چارج میشود. چرا؟ چون الکترون از دست داد. الکترون چی نوع چارج داشت؟ منفی. یعنی این جسم چارجا منفی خور از دست داد، پس برای چی میمانه؟ چارج مثبت. و جسم دومی که الکترون به دست میاره، خب چارج الکترون چی بوده؟ منفی. وقتی این جسم الکترون به دست میاره، چارجا منفی رو چکار میکنه؟ زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه. پس این جسم دومی چکار میشه؟ منفی چارج میشود. پس ساده فهمیدیم او جسمی که الکترون از دست بده چارج او مثبت میشه و او جسمی که الکترون به دست بیاره چارج او منفی میشه. و موضوع برق در جو یا رعد و برق و یا الماسک، انشالله تعالی شما ایر به جلسه بعدی آمادگی بگیرین، مطالعه کنین، بعد سعی کنین انشالله تعالی برداشت شما چیه و باز تشریحاتی که ما شما میدین او معلومات شما بیشتر رو اضافه تر میکنه. شاگردای عزیز، موضوعات این جلسه رو با شما جنبندی میکنین و شروع بحث ما شما از الکتروسکوپ بود. گفتین با الکتروسکوپ چارجدار بودن اجسام مشخص میکنین. ساختمان رو گفتین میله برنجی داره که در قسمت بالای کلاهک، در قسمت پایین یا دولوهه، اگر جسم چارجدار به کلاهک نزدیک بشه دولوهه ازم چه کار میشه؟ دور میشه. قسمت روبرو و پشت سر و هم شیشه دارای دو تا پایه عایقه. و بعد آزمایش چارج گفتین توسط الکتروسکوپ میتونین بفهمیم که دو تا چارج یا هم نوع یا مختلف نوع. اگر او دو جسم رو به الکتروسکوپ نزدیک میکردین، اولی نزدیک میکردین دو لوحه دور میشد، دومی رو اگر نزدیک میکردین دو لوحه دورتر میشد، میگفتیم اینا هم نوعه. و بعدی هم ساحه برقی گفتین. جسم چارجدار به اطراف خود یک ساحه ایجاد میکنه که او عبارت از ساحه برقیه و در ساحه برقی جسم میتونه بالای اجسام بعدی تاثیر بگذاره. و نوعی هم از چارجدار کردن جسم فهمیدین که الغای برقی بود. در الغای برقی جسم چارجدار و بدون چارج به هم نزدیک میشه و با نزدیک شدن این دو جسم هر دو چارجدار میشن. شاگردای عزیز، این موضوعاتی بود که ما شما در این جلسه خوندین و شما به جلسه بعدی آمادگی پیشاپیشی بگیرین و شروع بحث ما و شما به جلسه بعدی انشالله و تعالی بحث رعد و برق. و البته انشالله و تعالی ما و شما ما این عمل کرده مغناطی سرم اینجا به خیر ببینیم. تا جلسه بعدی که خدمت شما قرار میگیرم، شما رو به الله پاک میسپارم.